لابد بیکار یه خیابون جز کن بیابون جز کن تازه مثل خودمی از کجا میای؟ کجا میخوای بری؟ من از کجا میام؟ از اونجا اونها بیمارستان شاباد جاد خالی چند ماه اون تو خوابیده بودم آخه قبلا تو کارخونه پشبافی منشی بودم یه روز دکتر منو دید گفت تو سینت خش برداشتی مسلول شدی اگه نری بیمارستان بخوابی زیراب زده میشه من هم رفتم تو این بیمارستان چند ماه خوابیدم اما حالا مثل تو ویلونم بچه ایکل قشنگی داری خلاصه نه کارواری دارم نه کسی و مزاجم صاف صافه یه ماشین داری میاد خدافز چی؟ تو هم خودم ببرم خودم زیادیه هم نگرد بوده بابا بوده کار برم یا برده جا خوبندم تو بلکن نیستی حالا میدازم تو اون جوبه هاپ راحت بشی نکنه بابا من قومخی شده من نمیدونم یاداش نیستی؟ تا یادم پدر مادر نداشتم تو همینطور؟ با الحق که خوب دو تا به هم افتاده یه ماشین دیگه نگرده نگرده جداشم کجا میخوای بری؟ تا اون گفتم کجا میری؟ نزدیک پیرمون هر کجا بیارم کنی اگه خودت تنها بودی میبردم اما چون بچه داری معذرت میخوام کدوم بچه؟ این بچه من نیست مال پدرته ببین چه مصیبت برای من درست کرد دست ده میبرم یه خدا بدنم جلوتر بشه سلام چی میگی؟ خانم بخشی مزاحم شدم میخوام برم تهران پول ندارم سوار اتوبوس بشم
محسن جون منو ببوس. تو که همش جلو تو نگاه میکنی، تو هم که همش مثل بچه ها بهونه میگیری. من یه دونه پشت رولش هستم، الان نمیتونم. بگو بیارزم، بگو میترسم، بلا مثل عقاب میپریدی منو ماچم میکردی. من از اون عقابای نفرم. کفت، همین حالا باید منو ماچم کنی. هری بگرم به تو مرموزه. بس به چی مربوطه؟ آخه نافلنت من شوهرت هم. شوهر من ست تو مستدرم نوچه خودم اصاب نمی کنم. چرا مازیون میگی؟ بلند شو بریم که چرن نگو. من چرن میگم خوابشو یالا برو بانشو برم کن. برو من نمیام تو خونه به تو چه مربوطه؟ گفتم ولم کن. تو خیال میکنی آزه پیدا کردی؟ حالا برو، حالا چه دلت خواست دارت کن. به اجازه کی من از اون کاف آوردی بیرون؟ تو فکر میکنی برای خودت کسی شدی احمق؟ آره یکت شدم. چی شدی؟ همو احمق. اگه احمق نبودم دوچار تو جفت خود راضی نمی شدم. من جفت دادم؟ بای خدایی تا بخال همچی باشی از هیچ کس نشنیده بودم. اگه جفت دادم چرا از اول اون چشمای کورتو واسنا کردستی؟ همار بد کافتت بیچاره. جفت داده جفت و آباده شوهر من شدی. بیچاره از دار کوچه ها جمعت کردم آمدم واسه من آدم بشی. بخور میشه جونه احمق بیشون نفهم همان بدبخت. حالا دیگه شکمت سیر شده به من جسارت میکنی؟ اگه غیر از این فکر کنی کن خوندی تو همون لات آسمون جنی که من از کوچه ها جمعت کردم آوردم. بیا که لعنه خود رو تماشا کن. بیا همان نگاه کن، این سرواز من برات درست کردم. یه دونه دستگی مش ارزان سر تا باد میریختن یه دونش پایی نمیمد. یه دونه سرواز کفش دوتا نیم تخت باد همیزون بود. زیر اندازت زمین بود و رو اندازت آسمون. بعد وقت همین نباسه و کفشای قیمتی تو کمدم نگه داشتم. اونا رو نگه داشتم وقتن برای یه همچه روزی. نگاهش کن، خجالت بکش. کفش نگاه. آخه چرا خفه شدی حرف نمیزنی؟ به جواب منه بده. آره دیگه لال شدی. من هیچ کس تو این دنیا ندارم که ارث و میراثمو جمع کنم. پولم هم گذاشتم فقط واسه خوشی خودم. تو همسال تو هم فقط به اسم نوکر تو خونم نگه میدارم، نه شوهر.
وسط چه نصف شبه توی این بارون از خونه اومدی بیرون؟ فهمیدم. از بفرمایید با این آقا قبلا قرار ملاقات داشتی؟ باره چلا چه آقای گردن کلوفتی هم به پوز زدی؟ ببخشی مزاحمتون شدم. اگه سر کارم برم والا چه اصرار میکنه میشینم. اینجا بینم دختر، معذرت میخوام، ممکنه بفرمایید داماد از چه خانواده؟ کجا دستی خجالت میکشی؟ فامیل داری یا اینکه مثل منه؟ والا اگه شکم جفتتون خالیه با هم عرفی کنید، ولی یکتون سیر و یکتون گشته فایده نداره، زندگیتون مفت نمیاد. مثل که خوابتون میاد و من جدی مزاحمم. آقاتون هم داره دلش به هم فوش میده. بری بهش خودتون برسید. من هم همینجا میشنم تا صبح بشه. نمیدونم چرا خوابم نمیره، دلم شور میزنه. بهتر بلندشم برم بزنم خوابه، لباس آنتیکای خودم و اون کفش انگلیسیام بپوشم برم دنبال سرنوشت. باز اگه بیکار و گشنه باشم لااقل آزادم و نوکر و ارباب خودم. شب بخیر. این مهین مهین لابد رفته واسم پاسبان بیاره، بهتر جلو پلاکمون جمع کنم برم. مثل اینکه باز کفش قیمتی همون گذاشته تو کمدش که یه روز یه به روخ همه چه و نیم تخته آویزونش رو نشونم بده. وای خدا جونم. خوبه کلاتای تلفن بزنم. الو جناب داری خود میدون برم زودتر بیار زن من کشتن تقاضی میکنم زودتر بیار معطل نکنی. ببینی آدرس من میخواه. ببینی آدرس زنم خفه کردم. این آقلا کجا رفتی؟ چرا بی خود خودت به مردن زدی؟ من از زنده که دستم چرا سر من اینجور من کجایی؟ از من رفته توالت من این
چین رو لابا خود مهین بوده. اما مهین که خفه شده تکو نمیخورد. شاید هم خفه نشده نیمه جون بود. خب اگه نیمه جون بود پچه نفس نمیچشید. شاید هم خودش رو به خفه گیده بود که منو به دست دونه. حتی ماشینم خودش برده. اما خودش که تو کمد خفه شده بود. خدای سر در نمیاره. بهتر تا زوده فرار کن. نه نمیشه. بالاخره زن من بوده. میشه تو موضوع اختایه بشه. اگه فرار کنم ممکنه بگم خودم خفش کرد. برو رفت تو خونه جمعه نخورم. اگه اومد اومد. اگه نایمد میرم شهربانی خبر بدم. اما چی بگم؟ بگم زنم خفه شده. بگم فرار کرده. بگم گم شده. آره میگم گم شده. هرچی دیگه بخوام بگم برای خودم بد بشه. بسیار خب دیگه سوالی ندارم. پس حالا تکلیف من چیه؟ هیچی شما آزادید میتونید برید. ما امروز یه بازدید از خونتون میکنیم و به تحقیقاتمون ادامه میدیم. امیدوارم با مدارک و توضیحاتی که شما دادید هر چه زودتر خانومتون پیدا بشه، یا زندهش یا مردش. دست شما درد نکنه. بالاخره کی خدمت برسم؟ برای چی؟ مردش یا زندهش؟ معمولا اونایی که یه چیزیشونو مثلا ماشینشونو دوز میبره بعد از یکی دو هفته ماشینو پیدا میکنیم و به صاحبانش تحویل میدیم، اما البته اسکلت ماشینو، چون سارقین هرچی از اساسیه ماشین دم دستشون بیاد مثل رادیو، جرام، سپر، گلگیر، قالپاق باز میکنن و میبرن. اما زن من قالپاق نداشت. ولی جواهرات و پول نفت همراهش داشته. خلاصه اسکلت زن منو من تحویل میدین. شاید بعد اون جمع نشه. خداحافظ. صبر کنید. شماره های تلفن منزل و ادارم روی این کارت نوشته شده. هر وقت با من کاری داشتید یا خبری پیدا کردید میتونید فوراً به من تلفن بزنید. متشکرم. مردش یا زندش؟ به خیلش زن من گلگیر و سپر داشته. Thank you.
سلام عرض میکنم. سلام. شما آقای شبرنگ هستید؟ بله، محسن شبرنگ. ببخشید، من همسایه این ویلای پهلوی هستم. اجازه میدید چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. من اومدم راجع به خانومتون باشم. خانوم من؟ چرا تعجب کردی؟ تعجب نکردم، فقط پرسیدم. خب راجع به زن من چی میدونی؟ هرچی میدونی بگی. مثل اینکه مدتی دنبال خانومتون میگردید. بله دی. و تصور میکردید که خانومتون گم شده. بله دیگه تقریبا. پس مژده بدید که خانومتون پیدا شده. زن من پیدا شده؟ بله، امروز صبح اومد پیش من و گفت با شما دعوا کرده و میونتون شکراب شده و در حال حاضر با هم قهر. اون وقت از من خواهش کرد بیام اینجا که واسطه بشم و شماها رو با هم آشتی بده. خب حالا کجاست؟ بیرون وایساده منتظره که شما صداش بزنید. زن من؟ بله. بیرون وایساده؟ خیلی خب، الان صداش بخورم. کجا؟ مژدگانی منو بدید تا بذارم زنتونو ببین. خیلی خب میدم. نه، تا ندید نمیذارم برید. چی بدم؟ لابد پول میخوای؟ اختیار دارید. نه، من احتیاج به پول ندارم، به یه خورده شیرینی هم اکتفا میکنم. منظورم اینه که دهنم شیرین بشه. متشکرم. حالا دیگه میتونم برم زنم ببینم؟ نه، شما باید از همینجا صداش کنید. به یه محترمی هستیم. خیلی ممنونم که ما رو با هم آشتی دادی. خب من برم لباسمو عوض کنم و یه مسواکم به دندونام بزنم. آخه سه روز بود که از خونه شوهرجونم غر کرده بودم. این زن منه؟ بله، مگه شک هم داشتی؟ نه، تو این زن منه؟ بله، چرا سوال میکنی؟ اینجا بابای دروگو. اختیار دارید آقا، شوخی میکنی؟ نه جون شما، جدی حرف بزنم. خواهش میکنم با ادب صحبت کنید. آقای بی ادب، این زن من نیست، من اصلا اونو نمیشناسم. سر کما چیکار میکنه؟ لباسه زن من چرا میپوشه؟ لابد لباسهای خودشه، آخه زن شما. زن منه. قربونت برم. قربون خودت برم. این کجا میره سر خود همه؟ که این زنی منی؟ عزیزم خیلی فراموشکاری ها. خانم شما چند وقت زن من اینو من خودم نمیدونم؟ اوه بمیرم باز. چرا دواهاتو نمیخوری؟ باز مرض فراموشیت عود کرده؟ مرض خودتو این همسایه محترمت عود کرده. یالا بیا برو بیرون. یالا زود باش. ببین عزیزم خوب نیست، همسایه محترممون دلگیر میشه. به جهنم چه دلگیر میشه؟ یالا دفعه همسایه محترم بگیر زود برو بیرون. آقا شما نباید با زنتون اینطور رفتار کنید. تخت کن دو کنه تو. این کجا زن منه؟ زن خودت، زن پدرت، زن جد آبادته. وای خدا جون، اما آبروم رفت. آقا من از شما خیلی معذرت میخوام. مهم نیست، ناراحت نباشید. چه نونی به هم قرض میدن؟ من تصور میکنم همونطور که فرمودید شوهرتون مریض هستن. مریض خودت یا هر کی داری؟ الان به تو ثابت کنم مریض من یا شما دوتا. ایوا خوش برشترم. ببینم به چی داری تلفن میکنی؟ به دکتر. بس عزیزم، میگه شورش داری در میاری. آره گم شو. با شما نبودم. شما پنج آقایی؟ آی دکتر ببخشید، آقای رئیس خودتون هستید؟ بله بفرمایید. من محسن شبرنگ، همون که دیروز اومدم خدمتون گفتم زنم گم شده. ننم نه زنم. بله بله متوجه شدم، لابد پیداش کردین. نه آقا، یه زن لوس لورو اومده تو خونه و میخواد خودشو جای زنم جا بزنه. جای ننم نه، جای زنم. میگه من زن تو هستم، هر کاری هم میکنم از خونه نمیره بیرون. یعنی چه؟ آخه منظورش چیه؟ نمیدونم، حتما مرض فراموشی داره و منو با شوهرش عوضی گرفته. زهر مار. معذرت میخوام، با شما نبودم. خواهش کنم زودتر تشریف بیارید و تکلیف منو روشن کن. بسیار خوب، الان میام. وقتی دکتر اومد معلوم میشه من مریضم یا شما دوتا. که این زنی منه. آره تو بمیری. والا چه عرض کنم، من سالها همسایه من این خانم هم و کاملا ایشونو میشناسم. بیا عزیزم این گوشتو بگیر بخور، شاید مرض فراموشیت برطرف بشه. بده به یه همسایه محترم بخور که مرض پررویش خوب بشه.
گرفته، اینقدر بیادب نباش، بگیر بخور عزیزم. بده من یه لیوان آورده بیا. بابا چی داری به من میدی بخورم؟ صحبتون حاضر شده، الان میارم. صاحب اختیاری؟ سلام آقای رئیس. سلام آقای. خیلی متشکرم که زود تشریف آوردید. خیلی لطف فرمودید. آشنا بشید، آقا رئیس شعبه پنج آگاهی، ایشون هم همسایه محترم. خوشبختم. خب خانم تازه‌تون کجا؟ تشریف آوردم. سلام آقا. گفت که اینجا خونه جد آبادشونه، خودشون دارن پذیرایی میکنن، چای میارن، قهوه میارن. 22 سال بیشتر ندارن، اون وقت خودشون به جای زن 47 ساله من جا میزنن. این مسخره نیست؟ مثل اینکه یه قهوه دیگه هم باید بیارم. با اجازه. چه مرد خوشبختی هستی. یه 22 ساله به جای 47 ساله. خوشحال نیستین؟ چرا، بلم نمیاد. اما این چه زن من نیست، دروغ میگه. بفرمایید. متشکرم خانم. آقای رئیس خیلی معذرت میخوام که شوهرم به علت مرض فراموشی شما رو زحمت داده آورده اینجا. ممکنه خودتون رو معرفی کنین؟ من مهین، خانم آقای شبرنگ. با هم دعوامو شد، اون سر من داد زد و مزخرف گفت، منم قهر کردم چند روز رفتم خونه آشناها. حالا که برگشتم آقا به کلی فراموش کرده که همچی زنی داشته. دروغ بگه این زن من نیست. خانم آقای شبرنگ، تو به آسون نمیتونی من رنگ کنی. خواهش میکنم خونسردی خودتون رو حفظ کنی. آره عزیزم، خونسرد باش. چشم عزیزم. چی گفتم؟ دارم پاش خر میشم. خب فرمودید ایشون همسایه شما هستن؟ بله، همین ویلای پهلویی میشینم. ازشون خواهش کردم منو شوهرم آشتی بدن. خب شما بفرمایید موضوعت چه قراره؟ هیچ آقا، من اصلا پشیمونم که تو کار این زن شوهر دخالت کردم. اصلا غلط کردی. باز میگه زن شوهر. آقا اجازه بدید من آلبوم بیارم، عکس زن منو ببینید، اون وقت به اینا بگید گورش رو گم کنن، از این خونه برن بیرون. پس آلبوم کن. الان دستم رو داشتم عکساشو من میدیدم. حالا فهمیدم چه نقشه‌ای کشیدید. خودتون دارید کارا رو راست ریس میکنید. یالا همسایه محترم بگونه آلبوم رو کدوم آلبوم؟ همین آلبوم که الان دستم بود. یالا بکنم کجا گذاشتی؟ یالا به همسایه به این محترمی تو اومد بزنی، ولش کن عزیزم، ولش کن. برو کنار. چه عزیزم، عزیزم به من بسته. تا نگی آلبوم کجاست ولت نمیکنم. بسته دیگه، ول کنید. پس برای چی منو تلفنی خواستید؟ اومدم به کارهای شما رسیدگی کنم. بهتر عوض این همه جار و جنجال به سوالای من جواب بدید. بفرمایید. خب شما گفتید زنتون از منزل قهر کرده و رفته و حالا که برگشته میگید خودش نیست. اصلا هیچ چیز زن من نیست. خواهش میکنم داد نه. خیلی خوب داد نمیزنم. این زن زن من نیست. به چه دلیل ایشون خانم شما نیست؟ دلیل زیاده. زن من 47 سالشه، این 22 سال بیشتر نداره. زن من جا افتاده است، این هنوز جا نیفتاده. خیلی دلیل دیگه هم هست که من نمیتونم واضح تر بگم. آخه چطور ممکنه هم چیزی عزیزم که من زن تو نباشم؟ اگه میگی زن منی، جلوی همه اینا منو ببوس. اوه عزیزم، من که همیشه برای بوسیدن تو آمادم. بی حیا داره میبوسه. پس چرا نمیذارید؟ چی بگم، شرم حضورم میشه. آقای رئیس، این زن من نیست، چه رسیدگی نمیکنی. بسیار خوب. آقا شما چند لحظه بفرمایید. آخه بفرمایید بیرون، میخوام با این زن شوهر تنها صحبت کنم. کدوم زن شوهر؟ چه اینم داره میاد جلو؟ ده بار گفتم این بوز من نیست. معذرت میخوام. منم میخوام حقیقتو بفهمم. به شما خانمتون صریحا میگم، از دروغ هیچ خوشم نمیاد. باز بگه شما خانمتون، عرض کردم این زن من نیست. شما دیگه چرا اشتباه میکنید؟ اگه شما میتونستید یه عکس از زنتون نشون بدید، منم دیگه هیچ اشتباه نمیکردم. خیلی خوب. ای داده بیدار. همه عکسای زنم تو آلبوم بود. اصلا چه جای دور بریم؟ به این خانم بگید اگه زن منه، شناسوشو بره نشونتون بده. فکر خوبه، راست میگید. خانم شناسنامتون همراهتونه؟ بله، همینجا تو خونمه، اجازه بدین بیارم. اما حسین جون، تو کمد بود، ورش نداشتی؟ نه عزیزم، همونجا تو کمد. ای با چی دارم میگم؟ چه میدونم کدوم جهنم در رایه؟ آقا ملازم این فرمایید، به خیلش اینجا کاربوستراست، هر کجا دلش خواهد میره. اجازه بدید، اجازه بدید. بفرمایید، اینم شناسنامه. ولی شاید ازدواج من و محسن رو تو شناسنامه ننوشته باشن، مگه اون لازمه؟ بله، باید در شناسنامه منعکس باشه. به خیلش بیخوری میتونه خودش بریش من ببنده. اتفاقا بسته، محکم هم بسته. عکس و مشخصات درسته، تاریخ ازدواجتون هم ثبت شده. بله درست، زن خودم. نه آقا جون، دروغه. از کجا معلومه شناسنامه قلابی نباشه؟ البته ممکنه.
خانم من این شناسنامه رو برای تحقیق همراه میبرم و نتیجه رو بعدم میگم. خدا آقا صبر کن یه فکر دیگه، اگه ایشون زن منه لابد به تمام سوراخ سنبه ها و اساسی اتاقا آشنا. برای امتحان خانم اینجا باشن، من و شما میریم تو اتاقا. نه خانم از همینجا نشونی تمام اساسی که تو اتاقا آشپزخونه بدن. خوبه خانم شما با این پیشنهاد موافقی؟ البته موافقم، من اساسی خونه ما فوت آبم. بسیار خوب، پس لطفا همینجا باشین و با صدای بلند به ما جواب بدین. اول از اتاق خواب شروع میکنیم. بفرمایید. که زن منی؟ سوال کنیم خانم شبرنگ؟ خانم شبرنگ چیه؟ چند دفعه که میزن من نیست. ببخشید خانم، ممکنه اساسی اتاق خواب شهر بدین؟ یه میز توالت گوشه اتاق سمت چپ قرار گرفته، طرف چپ میز توالت هم یه کمدی که روش یه چراغ خوابه. یه میز توالت هم دو تا شیشه اودوکولونه، البته یه دونه فیت و یه دونه قوطی کرم هم هست. بعدش تخت خوابه که سمت چپش یه چراغ خوابه و طرف راستش یه دونه زیر سیگاری. بعدش یه آباژور میز داره که یه گلدون روشه. آها توی گلدون هم سفیده. بعدش یه تابلوه که یه پیرمرد چرچرون داره یه زنی لختی رو دید میزنه. از تابلو که بگذری یه کمد لباس هست. بعد از کمدم در یکی از اتاق خواب به همون باز میشه. بعدا بگیری دختر. بعد تابلوی بزرگ از دورنمای جنگل. درسته یا اینکه خلاف به عرضتون رسوندم؟ بله درسته خانم، من قبول ندارم. کنین وان همون توالت دید میشه. درست به عرضتون رسوندم؟ بله کاملا صحیحه. اینم قبول ندارم، وقت اومد دندوناش بشوره همه رو یادداشت کرده. بریم تو آشپزخونه. خیلی خوب بریم. که زن منی، فکرش برای دیگه باش. آقای رئیس، وقتی رفتی تو آشپزخونه آبجوی تگری تو یخچال هست، میتونید بخورید. ملاحظه میکنید هنوز تو آشپزخونه نرفته، نشونیاشو دادم. دروغ بگی آبجو تو یخچال نیست. در ضمن پرتقالم هست محسن جون، با آقای رئیس تعارف کن. چشم میتونم بیارم. شما رو بیرون همسای محترم بفرمایید. این بود که هم تو اتاق رفت و هم فروشی و هم اطمینان دارم هنوز خواستم رو نیمه. ملاحظه فرمود همه چیز رفت شلال جد آب جب اتاقا بهتر خودتون هم نگاه کنی. شما هم نگاه کنی. به خدا خودم نمیسته آب جب توی یخچال هست. غیر از آبجو و پرتقال، 6 تا دونه تخم مرغ، یه قالب کره، یه مقدار خلیج لیوان، یه شیشه مربا دیده میشه. دارم دیوونه میشم. خب آقای شبرنگ، بازم معتقدین که این خانم زن شما نیست؟ باور کنید ذلیل شده زن من نیست. پس از کجا نشونی همه اساسی و زندگی این خونه رو میدونی؟ لابد اینا چند نفرم وقت که من تو خونه نبودم اومدن همه چیز یادداشت کردن. این نقشه هم فقط برای بالا کشیدن ثروت زن من درست کردن. ممکنه، ولی انقدر هم بدگمان نباشین. شاید واقعا مرض فراموشی دارین. من از اول عمرم فقط یه مرض داشتم، اونم گشنگی بود. اما وقتی با ماهی عروس کردم معالجش. حال چون دلیلی ندارم که این زن شما نیست، نمیتونم اقدامی بکنم. اما شما حق میدم که ممکنه یه عده‌ای در این کار دست داشته باشن. به خدا همینطوره. خوب فهمیدید. پس برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم، من یه پیشنهاد میکنم. هرچی بگین انجام میدم. پس گوش کن، امشب این زن تو این خونه میمونه و تو باید مثل یک شوهر باش رفتار کنی. دست شما درد نکنه. چاره ای نیست، این نقشه باید اجرا بشه. آخه چطور میتونم با زنی که زن من نیست؟ بله باید با یک زنی که زن تو نیست و میگه زن تو هم، یه امشب رو به صبح برسونی تا همه چیز روشن بشه. من حرف ندارم، از خدا دلم میخواد. اما از کجا معلوم هم دستاش بیا منو خفه کنه؟ برای اینکه خیالت راحت باشه دو نفر پاسبان میفرستم که تا صبح تو خونه بمونن. خودم هم مرتب تلفنی باهات تماس. امیدوارم هر چه زودتر حقیقت معلوم بشه. متشکرم. خب حالا دیگه بیا بریم. هیچ بروی خودت نیار، خیلی خونسرد، مثل اینکه 20 سال زن و شوهر هستن. یلا عزیزم چرا رو میدش هستی خسته میشی؟ مرسی چه عجب. خب خانم شناسنامه شما پیش منه، خودتونم فردا ساعت 8 برای ادای توضیحاتشی بیایید آگاهی. اگرم آشتی کردی دیگه احتیاجی نیست. نه آقا حتما خدمت میرسم. آخه من از وضع روحی شوهرم خیلی ناراحتم. میترسم نصف شب یهو خفم کنم. غلط میکنم عزیزم، من نصف شب قربونت بیرم، چرا خفت کنم؟ مثل اینکه حالت یه کمی بهتر شده. یه کمی نه، خیلی بهتر شده. تو آشپزخونه شدم. بله خانم، آقای شبرنگ حالش کاملا خوب شده. شما هم از طرف ایشون خیالتون راحت باشه، زن شوهری زندگی کنید. بله نه من روزای خوشید، اونم بعد از 20 سال زن شوهری. خب دیگه خداحافظ. اگه مجددا احتیاجی پیدا کردید میتونید به من تلفن کنید. خلاص به سلامت. خیلی متشکرم.
دیدی عزیزم چطور مرض فراموشی پیدا کرده بودی؟ نزدیک بود زنت از یادت بره. آره عزیزم، خب خر شده بودم. تو خیلی خسته شدی، بذار برات یه لیوان آبجوی خنک بیارم بخوری. بیا برای خودم. بیا. معلومه، من کدوم وقت بدون تو آبجو خورده بودم؟ هیچ وقت. سلامتی هم بخوریم. به سلامتی. 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 چریو. چریو. راستی ازم خیلی گشنمه، یک چندون ماستی چره ساندویچ درست کن بیار من بخورم. چشم عزیزم، الان برات درست میکنم. متشکرم. زهر مار همسای محترم، مگه تو نرفته بود بیرون؟ چرا، فندک و سیگارمو جا گذاشته بودم اومدم برداره. چرا از پنجره اومدی تو؟ تو حیات بایستده بودم دیدم روم نزدیک داره. خب خدافظ. سلام راستی میل نداری یه لیوان آبجه خونک با هم بخوری؟ متشکرم، شما که از من بعدتون میاد. اختیار داری، نمیدونم چطورش یهو به تو علاقه من شده. به سلامتی. سلامتی. مثل اینکه دارم آتیش میگیرم. اینکه چی بود؟ چیزی نبود، این آبجوی سفارشی مال من بود. وای سوختم، مردم. خدا نمیره به چی همسایی محترم داره نمیره. این آبجو چه زهره با ریخته بودی؟ شما آبجو خواهی؟ آره، اون لیوان که بر من ریخته بودی و بهش چاشنی زده بودی دادم به همسایی محترم خورد. آخه چرا این کارو کردی؟ چی جوش ریخته بودی؟ سوختم، مردم، به دادم برسی. این آبجو مال تو بود، چرا دادی به این خورد؟ آخه ازم به مزاجی من نمیسا. ای خدا که زن منی. حالا به دشو میدم. چه خوب شد، بهترین دلیل مرزا چه خوب پیده کرد. حالا بیاد جسد نبیده. آقای رئیس زودتر تشریف بیارید، حرفه محترم داره محترمانه میمیره. زن قلابی من تم ریخته بود تو آبجو که منو بکشه، منم دادم آبجو رو حرفه خورد. خواهش کنم زودتر تشریف بیارید، بله نوبت مرگ منم میره. خب زودتر بیارید. متشکرم. به کی بخواهی تلفن کنی؟ میخوام یه دکتر خبر کنم، پسرش حالش خیلی خرابه، اگه دکتر نرسه ممکنه بمیره. نمیذارم تلفن، بعد آقا رئیس بیاد جسد ببینه. جهنم که مردی. میگم خوب بده دکتر خبر کنم. نمیذارم عزیزم، ولی دل کنه. عجب و کشیم نمیذارم، بی خود زحمت نکشیم. دکتر خبر کنم، یه خود این صاحب کن مردش رو خبر بکنم. Ha 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 ha
کجاست؟ اینا هاش الان داشت جون میکن. عزیزم باز حواس پرتی پیدا کردی؟ به خدا الان داشت میمرد. مگه تو نمیدی؟ من خیلی جوانم، هنوز زوره که بمیرم. دروغ میگه این مرده، مگه نه؟ حالا قبول کردین که شما مریضین و به استراحت احتیاج دارین؟ آقا من از شما خیلی معذرت میخوام که باز شوهرم مزاحمتون شد. خانم من به شما اعلام خطر میکنم، سعی کنی شوهرتون هرچه زودتر در بیمارستان بخوابه. خداحافظ. خب خانم از پذیرایی گرم شما ممنونم. خداحافظ. متشکرم، بازم تشریف بیارین. البته خدمت خواهم رسید. خداحافظ. چطوری هستی؟ عزیزم چشمت کور بشه. متشکرم. منو شد دلم دیدی که من با این دل بیاره یوک شدم با اون هم آشوب دیدی بر جلف او آشق شدم آشق شدم آشق شدم خبر میکنی؟ فعلا که خودم رأی شدم. یاد رو شب عقد من و مهی خانم شما شاهد عقد بودید؟ مهی؟ آه حالا یادم اومد. بله خودم بودم. شیش ماه یه دفعه شاهد عقد شم. نکنه باشم عقدی را انداخته تو رو فرشیده اینجا. نه یه خبری از خلوشی من به درد همه کاری میخورم. این آب حیات من رو برو باشه بدلم برات شده که این کار آخر آقابت خوبی نداره. اینقدر آیه یست نخون. الان تلفون بزنم بیاد واو. یه آره و نه بگو ما راحت بکنم. بله خوبیه. الو شعبه پنج آقایی؟ من مستشابه آقا شعبه باز که فرار کردی؟ ما که آقایی نمیریم، آقایی خودش میری اینجا. خواهش میکنم جون بچه هات. عروسی نگردم آقای جون دردم آرزی به دلم بمونه. قربونت برم. قربونه کی میری؟ قربونه شما. میدونی چی شده؟ کسی که میخواستم پیداش کردم. از این بهتر نمیشه. کیه لابد کوره یا چلاقه؟ نه چلاقه نه کوره. شنگولم کسی که شب عقد من و این شاهد بوده. خواهش میکنم زودتر تشریف بیاری. اگه 10 سال دیگه هم بگی میام و میرم، اما میدونم آخرش خیت چی بالا میاری. مام آیا باز بگی پنجمون کوتاه در رفت؟ پدر جونم پدر جونم گفتم یه دقیقه بشه اینجا. آقا بیا بش حقیقت بگو برو. نه نه آقا من مردی که اون وقت تمومه. تموم تمومه اصلا بیا طلاق تمومه میاد. قبول دارم. ببینم پدر تو قیافه زنم کاملا در نظرت هست؟ بله آقا جون، هر وقت یه شوهر به طور میزد و شاهد میخواست بارا این پیرمرده کیه؟ همون پیرمرده که یک خود پیرمرده باغبون کوره رو میگم اونو میفرشه دنبال من داره ده با شاهد عقلش بودم. زنم غیر از من 10 دفعه یه شوهر کرده؟ نه با شما میشه 10 دفعه. خب الحمدلله من این شوهر عوض کنم معروف بدیدم. جمعه نهرم، شبه داریم. این مهم به هیچی تو دنیا علاقه نداره جز به شوهر. مدل به مدل عوض میکنی. نفهمیدم. من مدل به مدل شوهر عوض میکنم. وای خودی چه غلطی کردم من خانم شنو. نه تف مهم نیست. خدا رو شوخ بند دلم باری شد. خب بفرمید ببینم این آقا دیگه چه سیغهیه. من سیغه نیستم. ببینم مثل که من شما رو یه جا دیدم. آها یادم اومد شما شاهد عقد من و محسن جون بودید. نه نه خانم من اولی نبای شما رو میبینم. یه کمی فکر کنین یادتون میاد. درسته من شما رو نمیشناسم. بگی حقوق بازی تموم شد. تا چند دقیقه آقای کارگاه تشمه رو اینجا و ایشون شهادت میدن. اون وقت سرکارلی باید تشمه برای زندان. پس ایشون اومدن شهادت بدن که من زن شما نیست.
بله اومدم شاهده بدم که شما یعنی خودمی. خیلی خوب، شاهنامه آخرش خوشه. وای خدا، دیگه چجوری به من نگاه میکرد؟ نکنی یه برای من ایشتر من بیاره. بشیم، وقت که ترسیدی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یه دفعه صدای تیر شد. وقتی اومدم اینجا دیدم این آقا داره به این پیرمرد تیراندازی میکنه. بر پدر و جد آباد جفتتون لعنت اگه دروغ بگی. آقا به خدا همین زن قلابی بیچاره رو کشتش. بس دیگه، دیوونگی هم اندازه‌ای داره. هنوز اسلحه دستته. بده من. بفرمایید. هنوز نفس میکشه. باید به بیمارستان تلفن بزنم آمبولانس بیارن. بسته به شانست. آقا به هر که میپرستی من این پیره مرد رو نکشتم. باور کنه من نکشتم. این بچه جنسا کشتنش. آخه چه دلیلی دارید؟ برای اینکه این پیره مرد شاهد ازدواج من مهم بود و میخواست به نفع من شهادت بده، این بلا گرفته کشتش. عزیزم اینقدر پرت و پلا نگو. خدا نکرده میبرن تیمارستانا. این عزیزم عزیزم گفتارش داری من علو میزنه. به هر حال نتیجه انگشت نگاری اثر انگشت شما رو کاملا روی اسلحه مشخص کرده. اولا این تیر اندازی کرد، من فقط اسلحه رو از دستش گرفتم. من تیر اندازی کردم باری کلا. آقای بازپرس، ممکنه شوهر بیچارم دیوونه شده باشه. شما هم حق ندارین مطابق قانون یه نفر دیوونه رو محاکمه کنید. بله راست میگه، نمیتونه این کارو بکنه. دیوونه خودت و همسایه محترمت. بی خود بحث نکنید، پیرمرد هنوز نمرده و امید به زنده بودنش هم هست و تا روز محاکمه وقت باقی است. بعد که زنده چرا ازش نمیپرسی کی تیراندازی کرده؟ هنوز قادر به حرف زدن نیست. وقتی که حالش بهتر شد در اولین فرصت ازش بازجویی میشه، ولی تا اون موقع شما بازداشت هستید مگر اینکه یه ضامن معتبر بدید. من تو این دنیا هیچ کسی ندارم، یه دوست دارم، اونم نمیتونه حرف بزنه. لاله لاک پشته. لاک پشت؟ بله. آقای بازپرس، من نمیتونم ضامن شوهرم بشم. قراری که برای ایشون صادر شده 50,000 تومنه، چرا نمیتونید؟ این قباله ویلای منه، 300,000 تومن قیمتش کافیه؟ بدید ببینم. بله کافیه. با قاتل داره ضامن من میشه. عزیزم داری ضامن من میشی؟ که زن منی، تو بمیری. آقای دکتر، زندگی و مرگ من بسته به حرف زدن این پیرمرده. خواهش کنم بفهمم زبونش باز شده یا نه. بله باز شده. خدا رو شکر. پس میتونه حرف بزنه؟ نه هنوز نمیتونه. خودتون فهمیدید باز شده. اقرارشو گفتم. چی؟ خدا رحمتش کنه. مریض شما چشه؟ الحمدلله که حالتون بهتر شده و میتونه حرف بزنی. منو میشناسی؟ من محسن شبرنگم. زندگی من به دست شما شه. بذارش در لگن. لگن! بفهم. آوازش خیلی خوب بود. بعضی وقتا میزد زیر آواز، کیف میکردم.
اگه بخونه میشناسمش. پس عزیزم یه چه بخون. آخه حالا موقعش نی. خانم چاره ای نیست، خواهش میکنم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بیارزو عاشق شدم، باز همه آزادگی عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم راه. خب شناختینش پدر؟ بله شناختم. خب قربون صداش برم. این خود خانم مرضیه است که من زدم. این شوهرتون احتیاج به معالجه داره. آقا منم شما معذرت میخوام. آره این صدای مادر من این خانم بود. راست دیگه گم شما رو بیرون. میترسم چند شب صدای ننه منم بشنسه. من که نمیتونم برم. من برم اونجایی که واسده بوده. برو بری کورا. یالا برو بریم. چجور خیر کردی؟ یواش بلامده. تو ببری خوب شناختیش. خدا کسی رو به کوری و پیری گرفتار نکنه. عوضش نشونی دوست جونجونی مهینه بهت میدم. او اگه بیاد شهادت بده دیگه کار تمومه. دوستش که؟ شهین خانم. هر دفعه که مهین خانم با شوهرهای قبلیش دعواش میشد قهر میکرد چند روز میرفت اونجا میبود. شاید هم الان اونجا باشه. آدرسش کجاست؟ میری خیابون جمشید آباد. باد جون بکنی. چه فرمشی داری؟ با شهین خانم کار داشتم. خودم هم بفرمی. باره مهین خانم هم. مهین شبرنگ. آها بله بله، مهین از شما خیلی تعریف میکرد، میگفت شوهر خوبیه. اسم شما محسن نیست؟ چرا؟ میخواستم ببینم که بهتون تبریک میگم، خیلی زن خوبی گیرتون اومده، پولدار و باسلیقه. متشکرم. میخواستم ببینم که اما خیلی ازش گله کردم. میدونی برای چی؟ نه میخواستم ببینم که برای اینکه تو همه عروسیاش منو دعوت کرد جز عروسی با شما. اما قول داده یه سوره مفصل بهم بده. انشالله. میخواستم ببینم مهین اینجا نیست؟ نه چطور، مگه دعوتش شده؟ آره سه روز قهر کرده رفته پیداش نیست. پس چرا اینجا نیومده؟ با شوهرای قبلیش هر موقع دعواش میشد فوراً میومد پیش من. شما هیچ اقدامی نکردی؟ نه احتیاج نیست، یکی اومده جاش. یکی اومده جاش؟ یعنی یه زن؟ ای بر جنس شما مردا. آره راست میگی. اما یه زن خوش جنس اومده تو خونه، میگه من مهین زن تو هم. هرچی هم بهش میگم تو مهین نیستی، میگه تو مرض فراموشی پیدا کردی، منو نمیشناسی. مگه بی خودیه؟ بندازش بیرون. چرا شکایت نمیکنی؟ هر کاری کردم فایده نداشت. میخوای من بیام از خونه بندازمش بیرون؟ اگه این کارو بکنی زندگی منو خریدی. خیلی خب همین الان اجازه بدید من برم لباسم عوض کنم. عزیزم کجایی؟ عزیزم تو آشپزخونه دارم برات نهار درست میکنم. قربون تو زن زحمت کش برم. نهار چی درست کردی عزیزم؟ باقالی پلو با مرغ دوست داری؟ میمیرم براش. راستی مهمونم دارم، غذا زیاد درست کردی؟ آره عزیزم، برای ده نفرم کافی. خب بطرمش تلفن بزنم بیا. الو شعبه پنج آگاهی؟ با آقای رئیس میخواستم صحبت کنم. باشه گوشی دستم. خب مهمونی تو شناختم. لابد این دفعه یه شاهد اسلیچ گیر آوردی ها؟ به کوری چشم شاهد این دفعه به عوض دو تا چشم چهار تا چشم داره و به عوض دو تا دست و دو تا پا چهار تا دست داره و چهار تا پا داره. اوه پس حتما از حیوانات ما قبل تاریخه. هر حیوانی هست حساب تو اجدهای هفت سره میرسه. بله؟ تشریف بردن؟
نگفتن کجا؟ رفتن نهار؟ نمک سوخته میخریم. برو ببین کی. سلام آقای رئیس، خوب شد تشبه آوردی. بفرمایید. داشتم میرفتم خونه نهار بخورم، سلام کنم. سلام آقا. گفتم یه سری به شما بزنم ببینم چی کار کردین. خدا شما رو از آسمون رسون. علما تلفن کردم اداره تشریف نداشتی. خب با من چیکار داشتی؟ لابد باز شاهدی. بله خوب فهمیدی. خب ان شاءالله که این یکی چشماش سالم باشه. دو تا چش داره مثل دو تا چش گاو. حالا کجاست؟ اون بالا طبقه دوم. چه جوری اینا رو میاره تو خونه که من نمیفهمم. همونطور که تو زن من شدی خودم نفهمیدم. خب خانم شما لطفاً بفرمایید تو آشپزخونه تا شما رو صدا بکنم. شاهد رو صدا بزن بیاد. خانم تشریف بیارید پایین. خب خانم شما مهین خانم زن ایشونو کاملا میشناسید؟ اختیار دارین، من و مهین سال هاست که با هم دوست هستیم، چطور ممکن اونو نشناسمش؟ ولابد میدونید موضوع چه قراره؟ بله شنیدم یه دختر لوس و نونا رو اومده تو این خونه، خودشو جای مهین جا زده. دلم میخواد ببینمش و یه توف بندازم تو صورتش. توف نندازید، فقط شهادت بدید. خانم شبرنگ لطفا بفرمایید. باز که اشتباه کردی، انگار شما حالتون بدتر از منه. اوه معذرت میخوام. بفرمایید. ای قربونت برم، کجایی تو عوض شده؟ چه میدونم از شوهرم بگیر. ای چطور ممکن آدم زن خودشو اشتباه بگیره؟ حتما شوهرت مرض فراموشی پیدا کرده. بمیرم باست. همه همینو میگن اما خودش باور نمی کنه. کجا؟ بیمارستان خودم معرفی کنم. بابا خداحافظ. کجا میری؟ میرم بیمارستان خودم معرفی کنم. مگه چی شده؟ هیچی، من دیوونه بودم و خودم نمیدونستم. چرا؟ مگه شهین خانم چی گفت؟ هیچ، تا دختر زش رفت جلو بغلش کرد گفت سلام مهین جو. راست هم میگفت، این مهین زن خودمه. من تازگی خر شدم، خدافر. وایسا کجا میری؟ بدی یه فکر دیگه بکنیم. چه فکری؟ هر چی بیارم میگه این دختر مهینه. میترسم اگه پدر و مادر مهینم از تو قبل بکشم بیارم بیرون، باز این ورپرده را جای دخترشون بگیرم. خدافر. او یه فجه عالی، بهتر از این نمیشه. اون دوتا پیر مردی که شاهد عقد شما و من این خانم بودن یادته؟ درست نه، اما تو میشناسیشون؟ بله، هر دفعه که من این خانم عقد میکنه خودم میرم میارمشون شاهد بشن. یکیشون میر عزیزه که تو همین کوچه بالایی دست را در اول میشه. یکی دیگرشون هم حسین سرگدار اون گاراژی که سر همین خیابونه. اگه این دوتا رو رازشون کنی و بیاری یا بطه همه شون رو میریزه رو آبرا. آدم های جمع مردی هم رازشی رو میگن. دست منو بگیر از این سلام خانم. سلام، چه فرمایشی داری؟ آقای میرعزیز کش دارن؟ میمیرم الهی، خدا رحمتشون کنه. مرحوم شدن؟ بله، الانم کنج بهشت. خداحافظ. بفرمای تو، کجا تشریف میبری؟ میرم کنج بهشت، شاید ببینمش. نکنه شما ازش طلبکاری؟ نه، طلبکار نیستم. پس لابد بهش بدهکاری، بیاریم بدی به من زن دومش هستم. عجب غلطی کردم، من ازش طلبکارم. خب پس، به سلامت، خوش اومدی. خود تماشو کردی؟ حالا پاشو بیا بخوا. جرش نوکرتم الان میام. غلط میکنم بیام. ببین چطور شیطون داره میره تو رگ و ریشم. تا صبح همینجا تخت بگیرم میخوام تو اتاقت نمیام. باشه عزیزم، هر جا دلت خواست بخواب. تو از اول عروسیت با من اینطوری رفتار میکردی.
با برز کرده تو. اما حیف که همه چیزو فراموش کردی. حیف که زنم نیستی، ولی می دیدی چجور با کله می اومدم تو اتاق. خاک بر سر خرم بکنم. زن به این خوشگلی تک و تنه رو تک خوابیده، اون وقت من احمق باید اینجا چون باید بزنم. عشق خود حاشا مکن با من چنین سودا مکن، این امشب و فردا مکن. شاید اگر امشب رود فردا نیاید، شاید اگر امشب رود فردا نیاد. بذار فردا بشه همچه حسابت برسن. آتش بزن در سین سودای حواس را، چون من اگر عاشق شدی بگذر ز دنیا، از عاشقی پروا مکن. این شب و فردا مکن، شاید اگر امشب رود فردا نیاید، شاید اگر امشب رود فردا نیاید. به خیالش همشه شب نیمونه. روزی مشو هر نیم شب از سوز دل آیی برا، رازی مشو بر چهره مهر و وفا داغی گذارم. اکنون که من هستم وفا کن، فردا میدی فردا رها کن، این شب و فردا مکن، شاید اگر امشب رود فردا نیاید. لا اله الا الله، مگه میذاره امشب بخوابم؟ شاید اگر امشب رود فردا نیاید. محسن جون، سهر ما چه نمیذاره بخوابم؟ محسن جون مرض، خاک بر سرم بکنم، مردشون شانس هم ببرم. چه نمانی زن من باشه، چه نمانی زن من باشه.
احمد سنجی. بفرما عزیزم. محسن جون ظهر واسه نهار زودتر بیا، میدونی که من نمیتونم زیاد گشنه بمونم. آره به اخلاق داشتم، 20 سال زن و شوهری توبه میزی. من چشمام نمیبینه، من باغبون یه خونه روبرویی بودم، تا وقتی چشم داشتم باغبونی میکردم، اما تا کور شدم بیرونم کردن. من یه خانم میدونه. ببینم شما پسر من یه خانمی؟ آره اما مادرم گم شده. مگه من یه خانم پسرم داره؟ نه آخه هر دفعه که با یه پسر 18 20 ساله عروسی میکنه واسه اینکه مردم حرفی نزنن میگه این پسر منه. منم فکر کردم شما از اون پسرایی. نه من از این پسرم. چند روزه من این خانومو نمیبینم. با من دعوا شده قرار چرا رفته، اما حالا یکی اومده جاشو پر کرده. کی؟ یه دختره که اصلا نمیشناسمش، پاشو توی کفش کرده میگه من مهین زن تو هم. همسایه بالایی اومده میگه راست میگه. همسایه بالایی کیه؟ هیچ کس بهتر از من این خانومو نمیشناسه. چرا شکایت نمی کنی؟ همه کار کردن اون فایده نداشته. فقط یه شاهد. شاهد برای چی؟ بیاد بگه این دختره ورپریده قلابی زن من نیست. خب این کارو من خودم میکنم. راست میگی؟ بله اونم گوشت و پوستم از من این خانومه. تو رو خدا. بله من قربونه برم بلنش بریم تو خونه. چشم اطاعت میکنم. مگه من میذارم کسی دیگه بیاد و جای من این خانومو بخمه؟ منو ببر چون تا حسابشو برسم. بیا بودی بیا دست بدون دستم بگی. مهین جونم، مهین جونم، جونم چی میگی؟ کجای عزیزم؟ تو حموم، مثل اینکه سر لطف اومدی. آره عزیزم، یه کم حالم بهتر شده. تو هم بیا لخشو حموم کن. چشم عزیزم، الان میام لخ میشم. دارم لخ میشم عزیزم، همین الان لخ میشم. بله آن شمایی؟ لابد شاهدی چیزی پیدا کردیم. بله یه شاهد زنده، هیچ شکی هم نداره. بسیار خوب، امیدوارم خیتی بالا نیارین. خواهش میکنم. مثل تلفن صحبت میکردی؟ آره با ننم بودم. میشناسمش، زن ماهیه. هر ساعت یکی از لباسه we'll be right back.
چند دقیقه تشریف بیارید بیرون. با اجازه خانم. بیا آقا، بیا یه شاهد خوب واسط پیدا کردم. ها، بیا. چه؟ بیا آقا، یکی ها واسط جزم که اگه بتونی پیداش کنی کارا درست میشه. چیه؟ مثل خودت بابا خوری نباشه؟ نه، زغرا کلفت خانومو میگم. قبل از عروسی با شما با خانوم دعوا شد و رفت. کجا رفت؟ به من گفت خیابون ایرانشهر کوچه زیدوی توی یه خونه کار پیدا کردم. نشونی دیگه ای نداد. به خدا دیگه از این بهتر نمیشه. بعد دست منو بگی ببرم برم برم ایجاد ایجاد باید منو بگردم. چی میخواد؟ ببخشید شما صغرا دارید اینجا؟ من یه زن دارم، یه خوش قمره، دیگه هم از خونه نمیذارم بیاد بیرون. اگه اینجا باشی میدم به دست پلیس. چه فرمایشی دارید؟ ببخشید خانم، شما صغرا دارید اینجا؟ بفرمایید، اسم خود من صغرا. خدا رو شد صغرا جون، یادت خونه من این خانم کلفت بودی؟ برو گم شو، مرسی که بی تربیت، من خودم صدا کلفت دارم، گم شو. ببینم دو، اسم شما صغرا نیست؟ گم شو، من خونه حشمت الملوک کار میکنم، اسمم هم کاریتا. کاریتا، برو تو کلفت. چه فرمایشی داری؟ ببخشید شما اسمتون؟ اسمم صغرا. آره میدونستم، یادتونه خونه من این خانم کلفت بودی؟ ها؟ ها، من خونه من این خانم کلفت بودم، چطور؟ آره آره درسته، هیچی، یه پیغامی داشتم. نگفتم آخرش من این خانم میفرسته دنبالم، کلفت بهتر از من کجا میتونه پیدا کنه؟ هیچ جا، منم هر کجا گشتم پیدا نکردم. پس برو از قول من به مهین خانم بگو من چند ماه شوهر کردم، اگه خواستی با شوهرم میام. عباس شمریدی اینجا؟ ایجاد عباس شوهرم بد اخلاقه، بهش میگم شمری. باید دو ماه حقوقم هم جلو به هم بده. چه باز افتاده دنباله؟ نه که تو نلوتی چی خط جونه سرمت دلش برم کنم، دلش کنم، دلش کنم، باره کنم، دلش کنم. آخه این که اون نیست، این آقا رو مهین خانم فرستاده که منو ببره اونجا. دو ماه حقوقم هم جلو جلو به هم میده. ببخشین آقا، بیا برش تو برو، اگه دیدی اونجا بهتر منم خبر کن بیام. خب چی شد، قبول میکنی؟ آره بابا، میگم سه ماه حقوق جلو بده بده. باز حرف داری؟ پس صبر کن، من یواشکی اربابم باخچم و بردارم و بیام. برو. پس اینطور، خاطرت جمع باشه جونم، الان میام چنون تیپایی به این زنه که بزنم که دیگه راه خونش رو گم نکنه. سه سال کلفت مهین خانم بودم، مگه میذارم کسی دیگه بیاد جاشو بگیره؟ خیلی ممنون، هر چی دلت خواست من به پول میدم. بیا آقای صغرا، بیا پایین. این کارا دیگه چه اینجا میکنی؟ ورزش عزیزم، این متد ویدر مستره، تا که میدونی من همیشه ورزش میکنم. من میدونم این ورزش رو فقط خونه ننت میکردی. صغرا خانم بفهم رو برو بشین. این دیگه کی اومده اینجا؟ یلا بلند شو برو بیرون. من به دستور آقا اومدم اینجا، شما رو به جا نمیارم. آقا چی؟ من میگم بلند شو برو بیرون. بی خود به خودتون زحمت ندید خانم قلابی. من میدونم شما چی کاره یا چه نقشه ها کشیدی، اما بدون که کور خوندی. کور خوندی؟ به این آسونی ها نمیتونی جای مهین خانم رو بگیری. بله. خب حالا تشریف آوردین اینجا چی کار کنید؟ اومدم مشتت وا بکنم و یکی پام نثارت بکنم. نثار کنم؟ خیلی خوب، اول ببین میتونی از این خونه جون سالم در ببری یا نه؟ وای دوباره هفتی رو بیاره و بزنه نفلت بکنه. هفتی؟ آره بلنش گفت تو آشتا خونه نترس، در از روز میبنده، خاطر جمع جمع باشه. برم به رئیس تلفون. کجا قیمش کردی؟ قلافش کن چه دیه پایزنده. وای این دفعه یه مستقل آورده.
من همه جور اسلحه با خودم دارم. قطعا برای که بتونی خودتون بری شمال مندی قورخونه آوردی توی خونه. الو آقا رئیس، خواهش کنم هر زودتر به آقای بازپو تشکر اینجا. خلافه شدم از دست شما. لابد بازی شاهد کور و کچل پیدا کرد. بهتون پیرمرد بیچاره سوراخ سوراخ بکنه. خواهش میکنم زود بیایید. ولی ممکنه خود منم با ضد هوایی بکشه. متشکرم. موقع تشریف آوردی. سلام خانم. ملاحظه می‌فرمایید؟ بله خانم، مسلسل دستشونه. مال بچه‌مه. مال بچه‌مه؟ کدوم بچه؟ دروغ میگه. شوهرمو نمیدونه من حاملم. سه ماه هم هست. اما حس که یه پدر دیوونه مثل تو داره. با اجازهت من برم لباسمو عوض کنم. بچه من؟ کی؟ فکر نمی‌کنم. اصلا من که دروغ میگه، بچه من نیست. به خدا این چند شب که این خانم اینجا بوده من یا رو موب خوردم یا از ترس از زیر موب. فعلا این موضوع مطرح نیست. شاهدی رو که پیدا کردین کجا؟ اصلا این دختر کردمش تو آشپزخونه. حالا میارمش. بیا بیرون سخرا. بفرمه. شما قبلا تو این خونه پیش من این خانم کار میکردین؟ بله، سه سال پیششون بودم. پس لابد من این خانم رو میشناسم. بله میشناسم. خانم آذران. خانم شبرنگ بفرمایید. این زن من نیست. خود رو به دکتر نشون ندی؟ معذرت میخوام. همش که شد معذرت. بفرمایید. بنده در اختیارم. سغرا، این خانم رو میشناسی؟ ایوا. چرا نشناسم؟ اسمشون ماهی خانومه. خانم خودمه. قربونشون برم الهی. ساعت به ساعتم یه پله میرم بالاتر. الان پله آخر نشستم. چشم. آقای شبرنگ با شما کار دارم. متشکرم. از اینکه نصف شبی مزاحم شما شدم معذرت میخوام، اما چون مایلم کمکی به شما بشه یه راهی پیدا کردم که 100% به نفع شماست. فردا صبح ساعت 8 تو اداره منتظرتونم. چشم آقا، خیلی متشکرم. فردا صبح زود خدمتتون میرسم. شاید اگر امشب رود پدر تو در آورم، شاید اگر امشب رود صبرای پدر تو را در آورم. من در مورد شما زیاد فکر کردم و پیش خودم گفتم ممکنه واقعا دامی برای شما درست کرده باشن. اینی که خودم مشغول فعالیت شدم و نتیجه که گرفتم اینی که فهمیدم مهین خانم مرتب آمپول اعصاب و تقویت به خودش میزده و خوشبختانه خانمی رو که میومده خونه و آمپول رو تزریق میکرده پیداش کردیم. آقا شما چه مرد خیرخواهی هستید. حالا اون خانم کجاست؟ اون خانم پرستار یک بیمارستانه. فرستادم بیارنش اینجا و به اتفاق آقای بازپرس بیاید خونه شما و با خانم شما روبروشون کنیم. اون زن من نیست. الله اکبر. همون قلابیه رو میگم. فعلا بلند شو زودتر برو خونه و این موضوع رو به هیچ کس نگو تا ما برسیم. یه خوردم به خانمت خوشرفتاری کن که بوی نبره. خانمم یعنی همون قلابیه؟ آره دیگه. آقا شما مأمور نمونه است. اگه من از چنگ این زن و دار دستش نجات بدید تا آخر عمر نوکرتونم. خدا زودتر. خانم کجاست؟ شما کی هستی؟ به تو مربوط نیست.
چی شده؟ من الان بیمارستان بودم، شنیدم پیرمرد زبونش باز شده. اوه، پس بعد یه فکری بکنیم. به به، جمعم که جمعه. همسایه محترم که اینجا تشریف دارن. مدتی بود خدمتتون هستی بودم. فکر کردم واقعا مرحوم شدیم. بفهم بشینید، سفره برو چای برد بیار. خیلی خوب. به به، زن عزیزم. امروز چقدر خوشگل شدی. خب، من با اجازتون مرخص میشم. اختیار داری مگه میذارم بری؟ گفتم باید برم. گفتم نمیذارم بری. باید یه چای اینجا زهرمار بکنی بری. برم کن. آقای شبرنگ کجا هستن؟ اینجا. اینجا. مردم ایمانه میگنش. چی شده آقا؟ آقا خوب شد اومدی. این هم که نامحترم چنون با مجذب تو چونم. من زدم. خانم من همچین کاری کردم. نه اتفاقا، من خیلی هم شوهر منو دوست داریم. دروغ میگه. من هنوز چونم یه وره مونده. مگه نه دید چطور با مجذب تو چونم افتادم پشت میز؟ نه عزیزم، من فقط دیدم این آقا تو رو بوسید. این منو بوسید؟ داره عمشو ببوسه. گوش کنید آقایون، ما کارهای مهمتری داریم. بس دیگه کافیه. شما بفرمایید برید بیرون. این نباید بره بیرون. همه کار زیر سر این همسایه ناکسه. اگه شکایتی دارید بعدن رسیدگی میشه. بفرمایید آقا، بفرمایید. متشکرم. خب آقای شبرنگ، اقداماتی که از طرف ما شده نتیجه بخشه. با شهادت خانم پرستار تمام قضایا حل خواهد شد. از خانم آقای شبرنگ خواهش میکنم تشریف ببرن اتاق خودشون باشن. آقای بارفورس، این زن من نیست. حالا یه لغت شما شده؟ هنوز که معلوم نیست. به هر حال شما توی اون اتاق باشید تا بعد. مردم از حرکات تو شوهر دیوونه که هم مونده بگم مهرم الان تو اونم آزا. جهنم، هر وقت بخوای طلاقت میدم. به خیلش آش دنسوزی. این که زن من نیست. لطفا خانم پرستار رو صدا کنید. ببخشید، چایی الان حاضر میشه، قهوه‌ام درست کنم. نه نه نه، هیچی لازم نیست. میفهمم چرا من آوردین اینجا، باید با کی صحبت بکنم؟ با من و این آقا. من بازپرس دادسرا هستم، این آقا مأمور شهربانی. لااقل به من میگفتن برای چه کاری منو احضار کردن. البته، ولی موضوع به قدری مهمه که شما نمیبایستی قبلا مطلع میشدید. در هر حال برای تحقیقات درباره زن و شوهری مجبور بودیم اینطور با شما رفتار بکنیم. بفرمایید روی این صندلی بنشینید. خواهش میکنم دکتر، چون من باید برگردم سر کار. بسیار خوب. خب خانم پرستار، اینطور که اطلاع پیدا کردیم شما قبلا هم تو این خونه آمدید، درسته؟ بله، تقریبا تا چند ماه پیش اینجا میآمدم و تو همین حال به معین خانم آمپول میزدم. اما بعدا خانم خودش میآمد بیماری. شوهر معین خانم رو میشناسید؟ بله، چند تا از شوهراش یادمه. بیژن، منوچهر، مهرداد، همه از پسرهای کم سن و سال بودن. اما این آخری میگفت تازگی یه شوهر گردن کلوف پیدا کردم، اسمش گررنگ، پررنگ. شوهرم کم رنگ؟ نه پررنگ، خلاصه رنگ داشت. خاصیتم داشته. پس شما حالا اگه این زن و شوهر رو ببینید میشناسید؟ شوهرشون نه، ولی من این خانوم رو میشناسم. بسیار خوب، پس لطفا بلند شید برید اونجا رو به دیوار بیستید. رو به دیوار بیستم؟ بسیار خوب. خانم شبرنگ بفرمایید. لا اله الا الله، آقای بازپرسم به مرض شما مبتلا شدن. خب حالا برگرد. سلام، من خانم حالتون چطوره؟ من آوردن اینجا که بگید چه؟ نمیدونم والا، باید از شوهرم بپرسید. خیلی از شما متشکرم، میتونید تشریف ببرید. خدا حافظ. من صبح بیمارستانم، عصرم تیمارستان. اما امیدوارم دیگه تیمارستان کاری نداشته باشین. معلوم نیست خوربوش هست، با شوهرم خدمتتون رسیدم. خدا حافظ. خدا. به خدا این زن من نیست، باور کنی این زن من نیست. این زن من نیست، به خدا این زن من نیست. خیابون وقتی برگشتم دیدم زنم تو کما، چشماش اینجوری به طاق کما دوخته شده. دیگه هیچی نمیدونم. میدونی آقای شبرنگ، من 20 ساله با دزدا و جنایتکارا سر و کار دارم و به تمام حیله هاشون آشنایی پیدا کردم. اما با اینکه تو سابقه جنایت دزدا و جنایتکارا رو از پشت بستی. آخه من جنایتکار مدل 65 هم. شما که دزده و جنایتکارا رو میشناسی، چرا اون زن قلابی و دار دستاشو توقیف نمیکنی؟ از کجا معلوم همه این نقشا زیر سر اونا نباشه؟ ممکنه. منم برای اینکه زودتر موضوع رو روشن کنم،
زن قلابی شما و همدستش رو احضار کردم اینجا. بیا تماشا کن. ببین اینا رو میشناسی؟ نفهمیدم اینا همشون همدست هم بودن؟ بله و شما نمیدونستین. او شهین توپل، او همسایه محترم زلی شده اسخر شمری، اون باقی بونکوره همه همدست های من قلعه بودن؟ بله و متاسفانه شما غافل بودین. اون پرستاره چطور؟ اونم همین. اونو که دیگه خودتو پیداش کردی، اونم ما غافل شدیم. دزدای آدم کشت، دید بالاخره مشتتون باز شد؟ اون پیرمرده سرایدار گاراژ کجاست؟ اونو که من این قلدبی با گله سوراخ سوراخش کرد. نه من اینجا در خدمت کنم. وای بسم الله الرحمن الرحیم، تو که مرده بودی؟ اختیار داری؟ نهی با جوانی منی؟ دروغ میگه، تیر خود به قلبش، این مرده، حتما روحشه. نه خودشه، اون گلوله هم چوبپنبهی بود، اینا مخصوصا این کارها رو کردن که تو رو گول بزنن. ای بد جنسای خدا نشناس، آقای رئیس خانه به حرف من رسیدی؟ دیدی که یک کاسه زیر نیم کاسه بود؟ بله یک کاسه زیر نیم کاسه بود. اصلا از اول معلوم بود کشتن زن من و تمام نقشه ها زیر سر اینا بوده. خوب حالا اینا هر کدوم چند سال زندان میشن؟ اینا با اعمالی که انجام دادن گمان نکنم زندانی بشن. پس حتما اعدام میشن؟ نه. آزادشون میکنی؟ نه، همشون پاداش میگیرن. خب آره دیگه، پاداش میگیرن. برای چی؟ برای اینکه خیلی زحمت کشیدن تو رو مقر آوردن، کاری کردن که بالاخره به عذاب اومدی و اعتراف کردی زنت کشته شده. نمیفهمم مگه اینا چی کارن؟ اینا همشون مامورای مخفی هم شما؟ بله، زن قلابیت، همسایه محترم، خانم شهین، خانم پرستار، اسقر شمری، سغرا کلفت. خوب تماشاشون کن. سغرا کجا؟ بله اینجا آقای رئیس، فرمایشی داشتی؟ نه، همه اینا از بهترین مامورای شهربانی هم. اون باقی بونکوره چطور؟ ناقلا منم همینطور، منم همینطور. اینم شدتومنی که عبابت آب حیات داده بودی زمه پروندن. اگه خودمونو به این ریخ در نمی آوردیم هیچ وقت حقیقت معلوم نمی شد. هنوزم حقیقت روشن نشده. همینقدر که اعتراف کردی زنت کشته شده، پیدا کردن قاتل کار آسونیه و تا شناخته شدن قاتل حقیقی شما مهمون خودمون هستید. بله تا شناخته شدن قاتل حقیقی مهمون خودمون هست. ساعت اون چمونش؟ آقایون شماره یک و شماره دو مختبیات جیب آقای شبرنگ رو تحویل بگیرید. شماره پنج؟ بله قربان. شما یه اتاق مرتب در اختیار ایشون بذارید و شخصا مواظب خوراک ایشون باشید. خانم شما لطفا بیایید تو اتاق من، بقیه هم میتونید مشغول کارتون باشید. شماره یک و شماره دو و شماره پنج، باقلون کرو، همسایه محترم اسقر شمری، شماره شما موقت یا چری است؟ آقای شبرنگ ببخشید اگه خیلی اذیتتون کردم. چه زن من نیستی؟ حالا دیگه آقای شبرنگ شدم. اگه جرأت داری یه دفعه دیگه بگو عزیزم. شماره خانم شنده. میخوای چیکار؟ میخوام نمرش بردارم. بالاخره یه روز تلافی همه این بلایی که سرم در آورده در میارم. دسته چه؟ چقدر تو حسابت پول داری؟ من زندگی همش نسیه است. این دسته چک اون مرحومه، همون شبی که خفش کرده بودن پای تلفن افتاده بود. پس چرا تا حالا نشون نداده بودی؟ شما چه هوش حواس دارم نگذاشتین از بس زن قلابی جنس قلابی از قشمره شمره واسم درست کردین؟ حواس دارم نگذاشتین. گیرنده حسین شوفر سابقم بابت زور. بابت زور به هم پول نمیداد. با عامل هر دفعه یه چک واسم میکشی. چرا این پولا رو به تو میداد؟ آخه من مدتی شوفرش بودم، کالی از سام عقب افتاده بود. بله؟ کجا؟ خیلی خوب، الان میفرستم. جسد یه زن پیدا شده. کجا باید بریم؟ طرف های قلماقی، جسد توی چاه. اثر انگشت تو دور گردن فهیم کاملا مسلم شده، بهتر زودتر خودت اعتراف کنی. بله من اینو خفه کردم، مدتی بود نقشه می کشیدم که بتونم حسابای سابقم رو باش تصدیق کنم.
اما هیچ وقت تنقه گیرش نمیبردم. یه شب با شوهرش دعوا شد و کتک مفصلی بهش زد. شوهرم از خونه غر کرد و رفت بیرون. بابا توفانه. من تو بارون پشت پنجره وایساده بودم. مهین با ناراحتی بلند شد و چراغ و خاموش کرد و راه افتاد رفت طرف اتاق خواب که بخونه. منم یواش و ملایم از پنجره اومدم تو اتاق. چشم هیچ جا رو نمیدید، اما چون با وضع خونه آشنایی داشتم پاورچین پاورچین خودم رو رسوندم پشت در اتاق. نمیدونستم چی کار کنم، اما یهو تصمیم گرفتم و در رو وا کردم. دیدم مهین پیرنش رو در آورده و لباس خواب پوشیده. از دیدن من جا خورد. و علیکم. باز اومدی؟ برو بیرون و الا به کلانتری تلفن میکنم. نه ترس، جا افتاده از خود رازی. کاری نهرم. لابد من از یک کلت فرید. نه خیلی پشت پنجره تو بارون وایسادم تا شوهر جون سر کرده. بالست اومدم طلب همو ازت بگیر. کدوم طلب؟ من دیگه به تو بدهکار نیستم. چرا بدهکاری؟ شیش ما شوفرت بودم، شوهرت هم بودم. دیگه خفه شو. تا وقتی که شوفرم بودی حقوقتو بهت دادم. 5000 تومن هم از من گرفتی. خودت میدونی بیشتر میاردم. یعنی نرخم از این شوهر جون تو ازت کمتره. دست چک تو درآ. خیلی 1000 تومن بهت میدم که دیگه گورتو گم کنی و بری. بگیر، یالا برو بیرون، دیگه هم اینجا با تو نذارم. دست و انجوره درد نکنه. این بابا تو حالا میمونه خورده حسابایی دیگه. باشه برو، من دیگه با تو هیچ حسابی ندارم. چرا؟ حسابایی دوستیامو مونده؟ چیزی نمیشه. اگه اون جبه جواهراتو تو که تو کماده ردش کنی بیاد، دیگه حسابی نهی. بس سب کن تا جبه جواهراتو بهت نشون بدم. حالا میکرم تری تلفن. میتونی به کلمتری تلفن بزنی، اما نزنی به ایتر. دیور تو بینم. چی میخوای از من؟ همه چی. خیلی من خود دنبال یه همچین شبی میگشتم تا باهات تصویر حساب کنم، اما این محسن جونت پاک حواستو پرت کرده بود، دیگه به من نوبت نمیداد. همچین که اونو پیدا کردی یه تیپان سر من کردی، این بلایی بود که سر خیلی آوردی، اما دیگه فایده نداره. امشب خلاصت میکنم. اگه کاریم نداشته باشی تمام جواهراتمو بهت میدم، پول نقدم بهت میدم، هر چی بخوای. پول و جواهراتو تو میخوام. این چیه هم میخوام. همه رو جمع کردم که برم. چشم افتاد به سویچ ماشین. خودم ببرم زودتر میتونم فرار کنم، اما یهو متوجه صدای در خونه شد. وقتی از پنجره نگاه کردم شوهر ناکسش رو دیدم که داره به طرف هم آرد. شوهر نگم نشتم جز اینکه جسد رو قایمش کنم. دیدم هیچ کجا بهتر از تو کمد. بتونم برای پستر به نیستش کنم به فکرم رسید که تو خونه کمین بکشم.
وقتی دید زنش نید چند دفعه هم صداش کرد. بعدم یه خورده با خودش حرف زد که من نفهمیدم چی بود. وقت رفت طرف کمد و در کمد وا کرد تا جسد رو دید. از ترسش از اتاق دوید بیرون. خواست کلونتری تلفن کنه متوجه دستش که مهین شد که روی میز بود. بردش گشت تو جیبش. اگه این ناکس دستش که ور نداشته بود هیچ وقت نمیتونستی منو گیر بندازی. تلفون قطع شده با سرعت از عمارت بیرون. منم دیدم بهتر موقع از بلا اومدم پایین. جسد از تو کمد برداشتم. چشنی برگشتم دم اونجام نیست. آخرشم نفهمدم جسد و مرحومه از تو کمد چجوری یهو غیبش زد. دیگه چه لزومی داره از اون خاطره یه تلخ یادآوری بشه؟ مهم این بود که ما بفهمیم شما بیگناهید و من از طرف دوستانم این رفع تهمت رو به شما تبریک میگم و به طوری که تحقیق شد و در نتیجه تمام مایملکش به شما که شوهر رسمی و وارث منحصر به فردش هستید تعلق داره. خدا رحمتش کنه. او خانم آقایون خواهش میکنم بفرمایید. آقای شبرنگ خداحافظ. به سلام. آقای شبرنگ با اجازتون. چی فرمودی؟ شما کجا تشریف میارید؟ خب دیگه ماموریتم تموم شده از خدمتتون مرخص میشم. شما نمیتونید از جبر دیرو. چرا؟ چرا؟ برای که شما زن منی. آه شوخی میکنی. من حساب شوخی با شما ندارم. شما زن منه و حق نداره از اینجا بری بیرون. واقعا خوشمزه بود. خانم چه جا خورد. رنگ و روشو ببین. آقای شبرنگ شوخی شما خیلی جالب بود. بله ولی من شوخی نکردم. این زن منه هیچ کس هم حق نداره از جبرتش بیرون. منم داره کم کم از شوخی های آقای شبرنگ خندم میگیره. چه خندتو میگیره چه گریتو. این زن قانونی منه هیچ کس هم نمیتونه ازم پس بگیره. گفتم شوخی نکنید بذارید این خانوم برن. خواهش کنم دور بر ندارید. شما دیگه حناتش من رنگی نداره. نمیتونید زیر حرفای خودت بزنی. همه اینا یه چکیش عادت دادن چه این زن زن منه. درسته؟ قلو بیا چه لالمونی گرفتی؟ همه جور مدرک هم آوردن. قباله، شناسنامه، سغرا کلفت، اصغر شمری، شهی خانوم، پرستا خانوم، هفتیر، مزرزل، کوف، زهر ما، همسای محترم همش را در حضور خودتون شهادت دادن که این زن زن منه. آقای باسپورس چرا مات شدی و حرف نمیزنی؟ اگه قاضی هستی حالا باید به دادن برسی. البته من به نام یک قاضی دادگستری همه ی حرفای شما رو تصدیق میکنم و عقیده دارم باید به شکایت شما رسیدگی بشه. اما ممکنه به من بگید چرا این کارو میکنید؟ اینا ماموریتی داشتن که مجبور بودن انجام بدن. اما دیگه مجبور نبودن کار بکنن که منو بدبخ عاشق بشم. درسته که این خانم چند شب زن قلابی من بود اما دیگه دل بی صاحب مونده من که قلابی نبود. حالا فهمیدم. شما با آسپوسید باید این چیزا رو زودتر بفهمید. پس شما به خانم قلابی خودتون علاقه من شدید. چمه که نشم. اگه شما با این سن و سال جای من بودید و چند شب پشت سر هم یه دختر خوشگل مثل هلو بغل گوشتون میخوابید و صبح زودم بلند میشد با هزار جور قمیش و دلربای صبحونه درست میکرد و موقع خوابیدن مثل بلبل واسه تو آواز میخون، الان دیگه عوض عاشق فارغم شده بودید. آقایان گوش کنید، شما وظیفه اداری خودتون رو به نحو احسن انجام دادید. من که رئیس شما هستم از یکی یکیتون تشکر میکنم. شما بازپرس دادسرا نبودید؟ نه من رئیس شعبه پنج اداره آگاهیم. پس شما از همه قلبی تر بودی؟ برای کشف حقایق مجبوری مرساعت به شکلی در بیاییم. من پیشنهاد کردم برای شماها تقدیرنامه صادر بشه ولی فعلا با مشکلی روبرو شدیم که حلش فقط به عهده شماست. من؟ بله شما. درسته که مجبور بودین مدتی زن قلابی ایشون باشید ولی تصدیق کنید که دیگه قلب و روح آقای شبرنگ در مقابل یک دختر خوشگل مثل شما قلابی نبوده
و وظیفه دارید خودتون جواب این احساساتو بدید. منم خودم این موضوع رو حس کرده بودم. شاید از طرز رفتار نجیبانه و اخلاق پاک. بیا بریم. غرق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم. با این همه آزادگی بر زلف عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شود از یاد من، قطرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رهاند. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. در پیش بی دردان چرا فرق